اگر امکان بله هم بله همچنان که میبینید در به تجمع مجاهدان اشرف در اشرف 3 وصل شدیم، همزمان با دادگاه در دورس و همینطور تظاهرات اشرف نشانان در سوئد، همچنین مجاهدان اشرف 3 در اولین روز دادگاه در استان دورس در آلبانی تجمعی برگزار کردن که تصاویری از اون رو با هم میبینی. چه روزی که بهشت زهرا دفن شده و بعد هم سنگ مزار او و دیگر شهیدان رو تخریب کردند. من 13 ساله بودم و کوچکترین زندانی بند، همراه با خواهرانم که دانش آموز، دیپلومه، دانشجو، پزشک و معلم تحت آزار و شکنجه بودند. شاید اگر کسی بشنوه میگه که آخه با یک دختر دانش آموز 13 ساله چه کار دارن و از چی میترسند؟ اما برای رژیم نه سن و سال مهم بود و نه جنسیت. مهم اعتقادات سیاسی بود و راه و راهبرانی که دنبال می کردیم. در سال 1363 که مجدداً در 16 سالگی دستگیر شدم، با شکنجه های وحشیانه زندانیان توسط پاسداران روشن بود که رژیم بران است که نام و اثری از مجاهد باقی نماند. و بیش از همیشه فهمیدم که در هر سن و سال و هر موقعیت و هر ملیت باید علیه این رژیم به پا خواست و قیام کرد. در سال 67 که هدف محوری قتل عام مجاهدین بودند، خمینی به جانشینان خودش این درس رو داد که حفظ قدرت با نابودی همین جریان سر موزه امکان پذیره. در 3 دهه گذشته هم خامنه‌ای و همدستاش به همین عمل کردند. خمینی جلاد نه تنها مجاهد و هویت مجاهدین، بلکه می‌خواست فکر تغییر و آرزوی آزادی رو هم قتل عام کنه. اما مقاومت و رهبر مقاومت این توطئه و جنایات رو افشا کردند. در همان روزهای اول، یعنی در تاریخ 3 شهریور سال 1367، مسئول شورای ملی مقاومت به دبیر کل وقت سازمان ملل پرز دو کوهلار نامه نوشت و اونها را از جنایتی که در حال وقوع بود مطلع کرد. بردن مسعود در این نامه نوشت بر طبق اطلاعات موثق، خمینی طی حکمی به خط خودش دستور اعدام زندانیان سیاسی مجاهد خلق را صادر کرده و همزمان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی که بسیاری از اونها دوره محکومیتشون تموم شده آغاز شده. در برابر چنین شقاوت بی سابقه است که ما از حماسه قهرمانان 67 می‌گوییم. نام‌های آن مجاهدان را تکرار می‌کنیم که با کامل‌ترین احساس مسئولیت عمل کردند. شکنجه های طاقت فرسا را تحمل کردند، چوبه های دار را انتخاب کردند، زیرا به اهمیت وظیفه‌ای که به عهده گرفته بودند، یعنی دفاع از آرمان آزادی، آگاه بودند. آنها هر کدام نه یک فرد که پرچم برافراشته تسلیم ناپذیری ملت ایران بودند. پس تعظیم می‌کنیم در برابر الگویی که برادر مسعود از مقاومت باز گشود و یاران و مجاهدانش که در راه دفاع از چنین اندیشه شجاعانه جان فدا کردند. اگر زندگی عبارت است از انتخاب‌ها و ترجیح‌ها، آنها جاودان زیستن رو برای آزادی انتخاب کردند و زندگی میلیون‌ها نفر رو بر زندگی خود ترجیح دادند. آن پروانه‌های آزادی که به آتش زدند همیشه شعله‌ور هستند در وجدان آگاه مردم ایران. قیام‌های آبان و خرداد و دی از چنین آتشی فروزان شد. و حالا عبور می‌کنیم
از راهرو مرگ، راهرو طولانی تمام تاریخ این 14 دهه برای مردم ایران. و میرسیم به سوله‌ای بزرگ که طناب‌های دار از آن آویزان است. زمزمه‌های آن زنان و مردان قهرمان را میشنویم و تکرار می‌کنیم. من می‌جنگم. اوضاع هر چقدر که می‌خواهد بد باشد. من شکست را نمی‌پذیرم. به جای نشستن و ناامیدی می‌ایستم و شرایط را تغییر می‌دهم. می‌جنگم، زخمی می‌شوم، زمین می‌خورم، اما شکست هرگز. من آفریده نشدم که تسلیم شوم، که مغلوب شوم، که ضعیف باشم. من آمدم تا جهان را تسلیم آرزوهایم کنم، آرزوی آزادی. حالا در ادامه راه ما حاضر هستیم، در قامت ارتشی به مانند پولاد که قبل از سلاحش نامش ترس بر اندام دشمن می اندازد. حاضر هستیم برای جدال‌های سرسخت‌تر، برای تحقق آن آرزو و تعهد بزرگ و برای اعلام حضور به راهبرانمان برای ادامه این راه پرفروغ. پیروز باشید. بله، هموطنان گرامی، اجازه بدین که به اطلاعاتون برسونیم که به تظاهرات اشرف نشانها در سوئد وصل شدیم و به تجمع اشرف نشانها اگر امکانش هست اتاق فرمان ما رو به سوئد وصل کنن. آقای رضا در اون مدت که در زندان بودیم خیلی تلاش میکرد که مثلا به بچه هایی که از نظر مالی وزارت پانی داشتن کمک کنه. یک رو میزنم برای من به پدرمون گفتش که پول بیشتر بده که بتون به اینا من ملیحه توتونچیان از سال 61 تا 64 به مدت 3 سال در زندان‌های قزلحصار، اوین و گوهردشت زندانی بودم. برادرم محمدعلی توتونچیان با وجود اینکه 12 سال حکم داشت و 7 سال در اسارت رژیم خمینی بود، در قتل عام 67 سربدار شد. یک روز به مادرم زنگ زدن و مادرم بهش گفتن که بیا اوین، میخواییم بچه تو رو آزاد کنیم. مادرم با خودش گل و شیرینی همراه برد که علی را آزاد کنن. ناگهان به او اطلاع دادن که او را اعدام کردیم. به ما نه جسد او را دادن و نه میدونیم کجا دفن شده است. علی نیست همراه سایر مجاهدین در شهریور 67 سربدار شد. امروز من افتخار این را دارم
که اسامی تعدادی از شهدای مجاهد را که در قتل عام 67 سر به دار شدن برای شما قرائت کنم. با درود بر روح پرفتوح این شهدا. علی اکبر ابراهیم پور 29 ساله فوق دیپلم در گرگان در 3 آبان 67 به شهادت رسید. وی ششمین شهید خانواده قهرمان ابراهیم پور است. مرتضی عبدام در قتل عام 67 سر به دار شد. شهید عبدی 27 ساله محل شهادت شیراز. رسول ابراری شهادت در جریان قتل عام 67. شمسی ابراری در قتل عام 67 سر به دار شد. علی اصغر ابراهیم پور شهید قتل عام 67. فتحعلی ابراهیم در جریان قتل عام 67 سر به دار شد. بهنوش ابراهیم زاده محل شهادت رودسر. فرهاد ابراهیم نیا 22 ساله در شهریور 67 در نوشهر سر به دار شد. اصغر ابراهیمی 30 ساله محل شهادت زندان اوین. هادی ابراهیمی 28 ساله دیپلم محل شهادت رشت. حمید ابراهیمی قتل عام 67 محل شهادت شاهرود. جعفر ابراهیمی 25 ساله محل شهادت تهران. کریم ابراهیمی 23 ساله محل شهادت تهران. هادی ابراهیمی محل شهادت تهران. خالد ابراهیمی در جریان قتل عام 67 سر به دار شد. مرضیه ابراهیمی 25 ساله دانش آموز حلق‌آویز در گوهردشت. محمد حسن ابراهیمی 28 ساله کارگر شهادت در تهران. محمد قلی ابراهیمی محل شهادت رشت. محمد تقی ابراهیمی در قتل عام 67. ناصر ابراهیمی 22 ساله در تهران سر به دار شد. رسول ابراهیمی دیپلم محل شهادت تهران. سعید ابراهیمی